تایری نیکولز برای خانواده‌اش یک پدر مهربان بود، یک بازیکن اسکیت بورد و یک عکاس کنجکاو بود. اما پس از آن که تایری در هفتم جنوری امسال توسط پنج مامور پلیس سیاپوست به گونه بسیار وحشیانه مورد لاتکوب قرار گرفت، رویدادی که در این ویدیو ضبط شده، آمریکا او را به حیث یک فرد متفاوت به یاد خواهد داشت. یک مرد سیاپوست دیگری که قربانی نجات پرستی خشونت آمیز پلیس آمریکا شد بر اساس آمار سال 2022 آمریکایی های سیاپوست حدود 12 درصد جمعیت ایالات متحده را تشکیل می دهد. اما آمار ارائه شده از سوی سازمان مپنگ پلیس وایلنس نشان می دهد که سیاپوستان در آمریکا 26 درصد کشته شدگان توسط پولیس هند. بر اساس آمار جمعواری شده احتمال کشته شدن یک سیاه پوست در مقایسه با یک سفید پوست در مقابل با پلیس سه برابر بیشتر است کامیلا هرس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در مراسم جنازه تایری در شهر جنوبی ممفس در ایالت تنیسی شرکت کرد این اقدام خشونت آمیز برای تامین مسئولیت مردم انجام نشده است این کار به سود مسئولیت مردم نبود چون باید این پرسش را مطرح کرد که آیا این بر نفع حفظ مسئولیت مردم نمی بود اگر تایری تا نکلاس امروز زنده و در جمع ما می بود فعالان می گویند باید اقدامات بیشتر به خاطر مهار کردن رفتار خشونت پلیس در برابر افراد غیر سفید پوست گرفته شود فعالان خواستار ایجاد تغییرات در قوانین امریکا اند و میخواهند پلیس امریکا باید بر اساس قانون به خاطر رفتار خشونت آمیز حساب حسابده قرار داده شود قانونی که برای این هدف به کنگره ایالات متحده ای آمریکا فرستاده شده بود به دلیل اختلافات عمیق قانون گذاران تا هنوز تصویب نشده است be. من خشونت توسط پلیس باید به قانون فدرال تبدیل شود پلیس باید بداند که حسابده قرار داده می شود و مافیات از مجازات برای وی لغو شود انتقاد از نحوه برخورد پلیس با افراد غیر سفیدپوست در حال مطرح می شود که یک افسر پلیس شهر تریسی در ایالت کالیفرنیا هفته گذشته بر یک نوجوان افغان که چاقو بر دست داشت تیراندازی کرد پلیس شهر تریسی گفته که افسر پلیس از ترس جانش بر نوجوان افغان تیراندازی کرد چون وی به دستور پلیس گوش نداد اما فعالان می گویند که پلیس می توانست بدون تیراندازی این نوجوان 17 ساله را بازداشت کند پس از تماشای ویدیوی این رویداد فاجعه بار ما به این باور هستیم که افسر پلیس به خاطر تامین مسئولیت همه طرف های دخیل به شمول نوجوان قربانی باید از سایر اقدامات به غیر از قوای کشنده استفاده می کرد. استفاده از قوای کشنده تنها برای مواردی که هیچ بدیل دیگری در آن وجود نداشته باشد باید محدود بماند. قصر سفید گفته است که حکومت جو بایدن با گماشتن افراد از تبارهای متفاوت در ادارات مختلف تلاش دارد تا به آنچه بسیاری آن را نجات پرستی نظاممند در ایالات متحده آمریکا امریکا می خوانند رسیدگی کند. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.